سرخط خبرها، کشته و زخمی شدن 4 سرباز پلیس بر اثر حمله طالبان مسلح بر ولسپوری اندر ولایت غزنی. تصویب موافقتنامه امنیتی کابل واشنگتن و کابل ناتو از سوی مجلس نمایندگان افغانستان. زخم برداشتن 6 تن بر اثر یک انفجار در ولایت خوست و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تونس. سلام، امروز یک شنبه دوم ماه قوس سال 1393 خورشیدی که برابر است با 23 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. توریال افغانستان و شما را فرا میخوانم به مجموعی از تازه‌ترین خبرهای غزنی، افغانستان و جهان تا این ساعت. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان محلی ولایت غزنی میگویند که در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک بازگاه پلیس در ولسپولی اندر ولایت غزنی 3 سرباز پلیس کشته شد و یک تن دیگرشان زخم برداشتند. این موضوع از سوی ولسپولی اندر ولایت غزنی بیان شده است. مسئولان در ولایت غزنی میگویند که این رویداد یک شنبه شب هنگام رخ داد که شمار از طالبان بر یک بازگاه نیروهای پلیس حمله کردند. منبع میافزاید که 2 تن از نیروهای پلیس که در این حمله کشته شدند برادر بودند و پلیسی که در این حمله زخم برداشته بود برای درمان به شفاخانه انتقال داده شده است. طالبان تا اکنون درباره این حمله چیزی نگفتند. بر اساس یک خبر دیگر، مخالفان مسلح دولت در یک تماس تلفنی با تلویزیون غزنویان ادعا میکنند که در یک حمله این گروه بالای نیروهای امنیتی ملی در مسیر شهرهای کابل کندهار مربوط ولایت غزنی 4 تن از نیروهای امنیتی ملی را کشته و زخمی ساختند، اما این ادعا از سوی مسئولان امنیتی غزنی رد شده است. مجلس نمایندگان دو پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا و ناتو را تصویب کرد. گفته می شود که این مجلس در جلسه ای که امروز یک شنبه برای بحث در مورد دو پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا و ناتو فوق‌العاده برگزار شده بود، این دو پیمان را تصویب کردند. خبرنامه از پارلمان می نویسد که این دو پیمان امروز با اکثریت اعضای مجلس نمایندگان تصویب شد. در جلسه امروز 157 نماینده حضور داشتند که به موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا 5 نفر رای مخالف، 3 نماینده دیگر رای سفید و بقیه اعضا رای مثبت دادند. همچنین 152 عضو مجلس به قرارداد افغانستان با ناتو رای مثبت و 5 عضو دیگر رای مخالف دادند. حکومت وحدت ملی افغانستان در اولین روز کاری این دو پیمان را با آمریکا و ناتو امضا کرد. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در دوران کاری خود علی‌رغم موافقت لوی جرگه مشورتی با امضای پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا و ناتو مخالفت کرد و امضای این دو پیمان را به حکومت جدید واگذار کرد. با امضای این پیمان از سوی دولت جدید و تصویب آن از سوی مجلس نمایندگان، زمینه آغاز مأموریت جدید نیروهای بین المللی که آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان است فراهم خواهد شد. حشمت الله جلالی گزارش میداد. 6 تن در انفجار در خوست زخم برداشتند. مسئولان محلی ولایت خوست میگن که در نتیجه انفجار یک ماین در شهر خوست 6 تن زخم برداشتند. مبارز محمد زدران سخنگوی سرپرست خوست به خبرنگاران میگوید که این ماین در منزل سوم یک مارکت جاسازی شده بود. و افزود این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که پلیس قصد خونسا نمودن ماین را داشت، اما در حین خونسا نمودن این ماین از منزل 3 به پایین افتاد و منفجر شد. با گفته آقای زدران در نتیجه انفجار 6 غیر نظامی زخمی شدند. گفته می شود که وضعیت زخمیان خوب است. مقامات امنیتی ولایت خوست می گویند که تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. فرمانده پلیس ولسپولی انجیل هرات در یک انفجار زخم برداشت. مسئولان امنیتی ولایت هرات در غرب افغانستان میگن که بر اثر انفجار ماین کنار جاده در ولسپولی انجیل ولایت هرات قمندان امنی این ولسپولی و 3 سرباز دیگر زخم برداشتند. این انفجار حوالی ساعت 11 شب گذشته در مربوطات ولسپولی انجیل هرات رخ داده است. امین الله آزاد قماندان امنی ولایت هرات با تایید این رویداد به خبرنگاران گفت که انفجار شب گذشته زمان رخ داد که مدتر حامل قماندان امنی ولسوالی انجیل در مسیر سرک موسوم پل مالان با ماین کنار جاده برخورد کرد. آقای آزاد گفت که این ماین از راه دور کنترل می شد و زمانی که مدتر مذکور از منطقه می گذشت انفجار داده شد. با گفته قماندان امنی ولایت هرات در نتیجه این انفجار غلام رسول قماندان امنی ولسوالی انجیل با 3 پلیس همراه زخمی شدند. او گفت که وضعیت صحی افراد وخیم گزارش شده است. با این حال باشندگان محل میگن که پس از انفجار ماین کنار جاده‌ای صدای تیراندازی نشنیده شده است. مقامات امنیتی ولایت هرات میگن که هدف انفجار شب گذشته مدتر حامل قماندان امنی ولسوالی انجیل بوده است. تا اکنون فرد یا گروه مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است.
از اینکه بیننده یه سرویس خبری این ساعت با من و همکارانم بودید سپاسگزارم و شما دعوت می شود که بیننده برنامه های بعدی شبکه تلویزیون غزنویان نیز باشد. وقتتان خوش. الان نگهدار.